با سلام و درود به همه و تمامی فعالان حقوق بشر، برد میفرام که شرایط جامعه یارسان در ایران، جامعه‌ای که در واقع جامعه چند میلیونی و بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران حساب می شود، به هیچ وجه بهتر نشده است، بلکه بسیار ناهنجارتر از گذشته است و ماموران رژیم حتی عرصه زندگی شخصی را برای این جامعه تنگتر کردند. به دنبال اعتراضات اخیر جامعه یارسان به سرکوب سیستماتیک و رفتارهای تبعیض‌آمیز و آزاردهنده ادارات دولتی نسبت به این جامعه، رژیم اسلامی ایران قصد تنبیه و تسلیم این جامعه مظلوم را گرفته و این قصد را به یک طرح وسیع پاکسازی هویتی و پاکسازی هویتی یارسانیان تبدیل کرده است. اکنون دیگر حتی یارسانیان که قبلا تسلیم رژیم شده بودند و بیش از عوامل رژیم تظاهر به وفاداری به سیستم اسلامی می کردند، نیز شناسایی، اخراج و تحت فشار قرار می گیرند. در روزهای اخیر تعدادی از این اشخاص از طریق درج محل تولد و صدور محل صدور شناسنامه در مدارک شناسایی آنها پس از تشخیص هویت، شناسایی، اخراج و مجازات گشتند و تمامی یارسانیان اخراجی از حق استخدام مجدد در ادارات دولتی محروم شدند. در واقع رژیم اسلامی ایران با این رفتار خود حکم محکومیت یک جامعه را به مرحله اجرا گذاشتند. بنده برای نمونه از اسامی چند نفر را به شما معرفی خواهم کرد که مورد چنین رفتارهای ضد انسانی قرار گرفتند. از آن جمله آقای فرهاد منهویی، اهل روستای گورجوب از توابع گهواره، با اینکه پدرش از اسرای جنگی در جنگ عراق و ایران بوده است، پس از 5 سال خدمت در امور آموزش و پرورش استان کرمانشاه رسما از وی خواسته شده است تا سبیل خود را بزند و به طور رسمی از آیین یاری برائت جسته و مسلمان شدن خود را ابلاغ نماید، که به دنبال مقاومت شخص نام برده فورا اخراج و از اداره مربوطه بیرون رانده می شود. لازم به ذکر است که این شخص ناچار برای بازگشت به شغلش به نماینده اسلام آباد پناه برده اند که هنوز هیچ کمکی دریافت نکردند. نفر دوم، رضا نظری، اهل همان روستا، درجه دار نیروی انتظامی، پس از 4 سال خدمت اکنون به جرم یارسانی بودن از کار اخراج و از استخدام مجدد نیز محروم گشتند. نفر سوم، میلاد صالحی، اهل شهرستان گهواره، پس از 18 ماه خدمت و حتی تظاهر به مسلمان بودن نیز از جانب اداره گزینش شناسایی و بلافاصله اخراج و از استخدام مجدد محروم گشتند. در ضمن بی‌توجهی مقامات رژیم به درخواست جامعه یارسان مبنی بر رسیدگی به رفتار توهین آمیز ماموران رژیم که با توسل به خشونت و به قصد توهین سبیل یک یارسانی زندانی را تراشیده بودند و تا زمان جلسه قبلی ما در سازمان ملل سبب خودسوزی 2 یارسانی دیگر در اعتراض به این توهین‌ها شده بود، در نتیجه تداوم سیاست آسیب می‌رسونی جامعه یارسان، سومین جوان یارسانی هم به نام محمد قنبری ساکن قزوین در مقابل مجلس ایران خود را به آتش کشیدند تا شاید فریاد مظلومیت این جامعه شنیده شود. خیلی از شما هم شاید می‌دانید که جامعه یارسان که یک جامعه چند میلیونی است، حتی بخش زیادی از هم‌میهنان ما، ایرانیان هم‌میهن ما، موجودیت او را هنوز در واقع اطلاعی از موجودیتی همچین جامعه‌ای ندارند متأسفانه. چند روز پس از این که آمار خصوصی اعتراضی جوانان یارسانی به 3 نفر رسید، به جای رسیدگی و رفع ستم از این جامعه مظلوم، حکومت در روزنامه جامع جمع وابسته به رژیم با کاریکاتور توهین آمیزی در نهایت بیمسئولیتی حمایت خود را از ستم و تبعیض مستمر و سازمان یافته علیه جامعه یارسان به نمایش گذاشت. جهت آگاهی عموم، همان یارسانی که در زندان مورد بی‌حرمتی زندانبانان خود قرار گرفته بود و با توسل به زور سبیلش را تراشیده اند، از طریق واک زدن کفش دیگران
امرار معاش میکرد، چون بیشتر یارسان از شغل و کار و داشتن فعالیت های اقتصادی محروم هستن، ناچار به هر کاری دست میزنن تا امرار معاش کنن. در اعتراض به این توهین ماموران رژیم اسلامی نیز تا کنون 30 یارسانی دیگر دست به خودسوزی اعتراضی زدند. در نتیجه در کاریکاتور رژیم اسلامی که در روزنامه جامع جمع منتشر شده است، 3 نفر که کفشهایشان را در دست دارند در نوبت واکسی ایستادند که هر 3 نفر سبیل دارند و نفر چهارم که همان زحمتکش واکسی است سبیل تراشیده شده خود را در دست گرفته و با آن کفش مشتریان را واکس می‌زند. فکر می‌کنم همین اندازه توضیح برای روشن شدن هدف از این روزنامه دولتی کافی باشد. این جوابی است که یک سیستم حکومتی به درخواست مردم و دادخواهی شهروندان خیش می‌دهد. در کشوری که شاید شعور یک روزنامه حکومتی، شأن و شعور یک روزنامه حکومتی در چنین حدی باشد، می توان نتیجه گرفت که ماموران این رژیم چگونه موجوداتی هستند و چه رفتارهایی می توانند با دیگران داشته باشند. شما در تصویر بالا اعتراض جامعه یارسان را من به دوستان تقدیم کردم. در این تصاویر اعتراضات جامعه یارسان را نشان می دهد که به دنبال خودسوزی و توهین به این جامعه صورت گرفته است. در کرمانشاه، در صحنه و همدان به دنبال آن هم اسنادی نشان داده می شود که در کارت شناسایی کسانی که به قصد استخدام یا دانشگاه یا هر شغلی کارتهای شناسایی دریافت می کنند اجبارا دین آنها را درج می کنند و حتی اگر بخواهند که این کار را نکنند یا بگویند ما مسلمان هم نیستیم، آنها همان اسلام را به اجبار در شناسنامه آنها ثبت میکنند. اما حقوق شهروندی برابر را به همان کسانی که خود آنها سند اسلام بودنشون را صادر میکنند نمیدهند، چون میدانند که اهل کجا هستند و از کجا اومدند. در جای دیگر هم همین کاریکاتور را شما میبینید که در واقع نشان دهنده توهین مشخص جمهوری اسلامی در رسانه رسمی خودش به این جامعه است و آنچنان که بنده توضیح دادم یارسانه از کار و شغل‌های رسمی محروم و در واقع محروم هستند و در نتیجه به هر کاری دست می‌زنند و به اعتقاد من واکس زدن هم یکی از کارهایی است که بسیار شرافتمندانه تر از شغل‌هایی است که برخی از مقامات رژیم دارند و حقوق دیگران را سلب می کنند. اما اینها به عنوان توهین آن را مطرح کردند و از این طریق به یک جامعه چند میلیونی توهین می کنند. سند شناسایی هم که ملاحظه کردید همان سندی است که شما می بینید در عقد و مراسم به اصطلاح سند ازدواج یارسانیان اجباراً اسلام بودن را باید ثبت کرد. در غیر این صورت با آنها سند ازدواج داده نخواهد شد و بچه های آنها شناسنامه نخواهند داشت و در نتیجه از هر حقوقی بی بهره خواهند بود. بیش از این وقت شما را نمیگیرم و دوست داشتم فقط به این تصاویر نگاهی کرده باشید که بدانید چه واقعیتی در سرزمین ما در جریان است و ما همه از یک سرزمین از همدیگر متاسفانه بی خبر هستیم به دلیل ستم و خفقانی که در این سرزمین وجود دارد. جوامع چند میلیونی برای هممیهنان ساکن این سرزمین ناشناخته هستند. در خدمتتون هستم.